در میان خرابه های مصر باستان مدارکی مربوط به نجات دهنده ریشدار و موبلند وجود دارد که رستاخیز او باعث شده تا نسل های بعدی پیروانش به حیات پس از مرگ اعتقاد پیدا کنند. از این پادشاه با نام چوپان، شاه شاهان و خدای خدایان یاد شده که تصاویرش در آثار هنری چندین هزار سال پیش همراه با صلیب حیات ابدی یا همان آنخ حکاکی شده. همچنین او با نام اولین پادشاه مصر هم شهرت دارد که راجع به خصوصیاتش در کتیبه های باستانی نوشته شده: پادشاه مانند ققنوس تا ابد در مشرق زمین طلوع می کند تا دوران جدید را آغاز کند. او قاضی روز جزاست و قوانین مقدس را به جا می آورد. تشبیه این پادشاه به ققنوس به این دلیل است که ققنوس هر بار در وقت مرگش آتش می گیرد و مجدداً از خاکستر آتش خود به وجود می آید و توصیفاتی که در خصوص او بیان شده دقیقاً همان چیزهایی است که بعدها به عیسی مسیح نسبت داده شد. چوپانی با ریش و موی بلند که در روز جزا مجدداً به زمین باز خواهد گشت. گفته شده در آن دوره تمام فرعون‌ها پوشش و ظاهر خود را مانند این پادشاه می‌آراستند و مردمان مصر هم تا جایی که امکان پذیر بود سعی می‌کردند حتی مردگان خود را نیز با ظاهری شبیه به او آراسته کنند تا از طریق شباهت با پادشاه همراه او به جاودانگی دست یابند. اما سوال اینجاست که این پادشاه باستانی مصر که بوده؟ آیا او همان مسیح مقدس منجی موعود است؟ لطفاً قبل از تماشای ویدیو چنل رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما زنگوله را فعال کنید تا از آپلودهای بعدی ما با خبر شوید. به گفته مصر شناسان شباهت این پادشاه را می توان در اوزیریس خدای مردگان دید که چوپانی با ریش و موی بلند بوده و صلیبی به نشانه زندگی پس از مرگ را با خود حمل می کرده. به عقیده مصریان اوزیریس اولین فرعون مصر بوده و به دلیل محبوبیتی که در بین مردمان مصر داشته تا هزاران سال قبل از حضور مسیح پرستیده می شده. به این تصاویر نگاه کنید، به تصاویر حک شده بر تابوت شاه توت و سسنس که شباهت بسیار زیادی به تصویر مسیح دارد، همان تصویر چوپان با مو و ریش بلند، در واقع سرپوش نمس که بر سر فرعونیان قرار داشته، به وضوح نشانگر موی بلندی است که از پشت سر به صورت دسته‌ای بسته می شده. اکثر تابوت‌های مصری فرعینه را همراه با عصای چوپانی در دست چپ نشان می دهند و انجیل هم عیسی را چوپان خوب مردم نامیده. تصاویری که از مسیح ترسیم شده عصایی را در دستانش نشان می دهد که هزاران سال پیش در دست فرعینه نقش می شده. انجیل از مسیح به عنوان کسی یاد کرده که با کمک شلاق افراد رانده شده را از معبد بیرون می انداخته و در مصر هم عصای چوپانی به یک دست و شلاق به دست دیگر فرعینه تصویر می شده که این دو به شکل صلیب بر روی سینه فرعون قرار می گرفتند. والیس باج یکی از سرشناس‌ترین مصر شناسان باستان می گوید مهمترین فرد در دین مصر باستان اوزیریس بود. مردم در آن زمان اعتقاد داشتند اوزیریس پیامبر و فرستاده ای الهی است که مرگ افراد، فرارسیدن روز رستاخیز و کنترل کامل سرنوشت و روح و بدن مردمان در دستان اوست. اما جالبترین بخش اعتقادی تمام پیروان اوزیریس امید به تناسخ در بدنی تغییر شکل یافته و البته جاودانه بود که تنها با مردن و بازگشت به حیات در روح اوزیریس ممکن می شد. در ابتدا تنها پادشاهان با ظاهری شبیه اوزیریس به تابوت سپرده می شدند. اما بعدها این رسم در بین افراد عادی جامعه نیز گسترش یافت. همچنین مصریان هزاران سال پیشتر از زاده شدن مسیح به اوزیریس با عنوان نجات دهندهی که پس از مرگ به حیات باز می گردد اعتقاد داشتند و این حیات او را با نماد صلیب آنخ بر روی تمام معابد، تابوت‌ها، خدایان، شاهان و حتی بر روی دستان افراد عادی و کودکان هم حکاکی می‌کردند. این سمبل نه تنها از لحاظ ظاهری شباهت بسیار زیادی به صلیب دین مسیحیت دارد، بلکه هر دو یک معنی مشابه را نیز می‌دهند. حیات پس از مرگ و زندگی جاوید
جالب است بدانید برخی محققان صلیب آنخ را به شکل مردی مصلوب شده نیز تفسیر می کنند. دایره بالایی سر شخص، دو خط افقی بازوها و خط عمودی دو پای میخ شده بر صلیب. در مصر باستان اعتقاد بر این بود هر که به اوزیریس ایمان داشته باشد روح او پس از مرگ نیز به زندگی خود ادامه می دهد و جاودانه می شود. و در انجیل هم مسیح گفته من رستاخیز و حیاتم، آنان که به من ایمان داشته باشند هرگز نخواهند مرد و پس از مرگ جاویدان خواهند شد. به عقیده مصریان اوزیریس از بدو به وجود آمدن تمدن مصر ارباب بهشت بیگناهان بوده که پس از بازگشت به حیات بر روی تخت داوری می نشسته و ارواح تمام مردگان را قضاوت می کرده و قدرت این را داشته به کسانی که بر روی زمین درست کار بودند حیات آسمانی ببخشد و گناهکاران را جزا دهد. در انجیل نیز آمده تمام مردمان باید پس از مرگ روبروی کرسی داوری مسیح قرار گیرند و در مقابل اعمالی که بر روی زمین انجام دادند پاداش و یا کیفر دریافت کنند. اما آیا واقعاً این تشابهات اتفاقی است؟ آیا مسیحیان این صفات را از مصریان آموختند و استفاده کردند؟ یا ظهور مسیح برای تاثیرگذاری بیشتر بر روی تمدن‌ها اتفاقی تکرار شده؟ هیچکس منشأ حضور اوزیریس را نمی‌داند. اولین اسناد مکتوب تاریخی درباره او مربوط به وقایع نگارانی همچون هرودوت و پلوتارک است. این نویسندگان کلاسیک اوزیریس را به صورت پادشاهی نیمه خدا توصیف کردند که به انسان‌ها آموخته بر اساس ماعت یا قانون خدا زندگی کنند و ورع را به عنوان خدای واحد بپرستند، آدمخواری را رها کنند، به یکدیگر عشق بورزند و در پیشرفت اخلاقی کوشا باشند. پس از آن اوزیریس به سایر نقاط زمین سفر کرده تا به پیشرفت سایر تمدن‌ها نیز کمک کند. این اقدامات دقیقاً همان کارهایی است که مسیح هزاران سال بعد انجام داد. اوزیریس دوبار به دست برادر حسودش ست کشته شد که بار اول توانست به کمک جادوی باور نکردنی همسرش ایسیس مجدداً به زندگی بازگردد. اما بار دوم ست پس از کشتن او جسدش را به 14 قطعه تقسیم کرد و تمام تکه ها را در سراسر مصر پخش کرد تا ایزیس دیگر نتواند او را زنده کند. به همین دلیل اوزیریس خدای دنیای مردگان شد و از جهان پس از مرگ بر شکم همسرش دمید و آنگاه پسرش هورس متولد شد. البته طبق نتایج جدید به دست آمده از کتیبه‌های مصری هورس در واقع خود اوزیریس بوده که با شمایلی جدید پا به جهان گذاشته. مصریان روح اوزیریس را به پرنده آسمانی تشبیه می کردند، درست همانند مسیحیان که روح مسیح را به کبوتری سفید و درخشان تشبیه می کنند. آنها پرنده اوزیریس را به نامی نامیدند و یونانیان آن را ققنوس می خواندند. بر اساس نوشته های اساطیری ققنوس در برهه ای از تاریخ در آسمان مشرق زمین پدیدار می شود تا نوید آغاز دورانی جدید را بدهد. سپس در آتش خود می سوزد و دوباره با ظاهری جوان از مرگ برمی خیزد. شاید این نوشته ها کمی افسانه‌ای به نظر برسند، اما دیوارنگاره های مصر و پاپیروس های کشف شده خلاف این موضوع را ثابت می کنند. ویژگی های نسبت داده شده به مسیح دقیقا همان چیزهایی است که هزاران سال پیش از میلاد او در خصوص اوزیریس گفته شده. هر دو ظاهری مشابه دارند، هر دو در آسمان مشرق ظهور می کنند، هر دو آغازگر عصری جدیدند، هر دو قاضی روز جزا هستند و در آخر هر دو روزی مجددن به زمین باز خواهند گشت. موضوع این نیست که شاید دین مسیحیت تقلیدی از ادیان باستانی مصر باشد، بلکه سوال اینجاست که آیا اوزیریس و مسیح هر دو یک شخص بودند که در دو زمان متفاوت بر مردمان زمین فرستاده شدند؟ در واقع تمام ادیان و مذاهب جهان از هندویسم و میترائیسم گرفته تا زرتشت و بوداییسم وعده ظهور یک منجی در آخرت را دادند. اما چیزی که موضوع را عجیب می کند این است که تمام این منجی ها تنها پیروان خود را از نابودی نجات می دهند. پس چه کسی انسانیت را نجات می دهد؟